السلام علیکم و رحمت الله. با امید از اینکه شاگردان حد عزیز ما خوب و سالم و صحتمند باشن، عافیت داشته باشن و از ویروس کرونا در امن باشن، تمام کارخانگی ها و فعالیت های را که براتون گفته بودم تمامش حل کرده باشین و شما را فعلا به درس جدیدی فیزیک صنف 7 که عبارت از درس 8 می باشه، واحدات قوه می باشه، شما را خوش آمدید میگم. صلاح الدین وردگ در خدمتتان قرار داره. شاگردان حد عزیز، یک چیز را باید فراموش نکنین، اگر شما سوال دارین، اگر شما مشکل دارین، قبلا هم براتون یادآور شدیم، فقط از مو گروپ مربوطه و واتسافی که شما دارین میتونین از مو سوالاتتان را مطرح بکنین، انشاءالله که براتون جواب گفته میشود. هر مشکلی که داشتین، اگر ما یاد نداشتیم، بالاخره از یک جای برتان یادش میگیریم، برتان جوابتان انشالله پیدا میکنیم. خب میاییم واحدات قوه چی هستن، کدام واحدات برای قوه ما استفاده میکنیم و چه قسم قوه را اندازه گیری میکنیم. شاگردان حد عزیز، هر آن چیزی که هر آن کمیتی که شما قبلا خواندین از خود یک واحد داشته، خیلی قوه هم یک کمیت است. قوه چی است؟ یک کمیت است. کمیت در تعریف شب میفهمین، هر چیزی که قابلیت اندازه‌گیری را داشته باشه. خیلی قوه اندازه میشه، هر چیزی که اندازه شد او را کمیت میگه. خیلی قوه چی است؟ قوه یک کمیت است. اینکه چه قسم کمیت است، ویکتوری سکالاریست درباره از این شما در درس بعدی براتون گپ میزنم. آره، فعلا میایم سر واحدات قوه. خب ما میگیم که طول که است، مثلا طول از این اتاق چقدر طول داره، ما میگیم 5 متر. به خاطر فاصله یا به خاطر طول ما واحد داریم که عبارت از متر میباشه. یا مثلا ما داریم که این مارکر اندازه از این چقدر است، مثلا میگیم 100 گرام. 100 گرام یک واحد شد. به خاطر کتله، مجموعه ذرات، ما واحد داریم، واحدات داریم البته. یا مثلا ما میگیم وقت چند بجه است، اینقدر بجه. خب از اینجا تا اونجا میره چقدر وقت میگیره؟ اینقدر ثانیه میگیره، اینقدر دقیقه میگیره. اینمی برای وقت یک واحد شد. وقت یعنی توسط دقیقه، ثانیه، ساعت، روز، شب ما میتونیم چی بکنیم؟ اندازه بکنیم. خیلی به این قسم این کمیت جدید را که شما خواندین قوه، قوه هم از خود واحدات داره. یک چیز را براتون نشون میکنم، قوه یک کمیت ویکتوری است. یک گپ و دیگه قوه یک کمیت فرعی است. ایرا قبلا براتون گفته بودم که کمیت های اساسی و فرعی به چی معناست. فرعی باز گفته بودیم که از حاصل ضرب و تقسیم کمیت های چی اساسی یا اصلی به وجود میاد. خب اینا لسه که قوه را که ما میگیریم F مساوی میشه کتله ضرب تعجیل میشه. کتله وقتی که این تعجیل ما فرمول چنشتا کنیم، بالاخره این را ضرب بکنیم، واحدات از این را پیدا بکنیم، میشه واحد از این نیوتن میشه و نیوتن عبارت از متر ضرب کیلوگرم نیوتن عبارت از 1 کیلوگرم از ضرب 1 متر بر سکند مربع می باشه. خب شاگرد عزیز، میایم مال سر واحد قوه بحث میکنیم. قوه از خود واحدات داره. اگر از شما سوال شود که واحد قوه چیست، شما بگین واحد قوه که است به نام اسحاق نیوتن، یک عالم انگلیسی. اینمی به نام خود از امی واحد قوه چی شده؟ ثبت شده که نیوتن برش میگن. واحد قوه چی شد؟ نیوتن شد. اگر شما سوال شود که در کدام سیستم، شما برش بگوین که در سیستم MKS. در MKS واحد قوه چی شد؟ نیوتن شد. نیوتن. و در سیستم CGS چی است؟ داین است. داین. دی وای این ای داین.
این شد در سیستم CGS. و ما در FPS هم داریم که عبارت از LB می باشه. FPS واحد قوه چی است؟ LB است. خب شاگردان حد عزیز، حالا میایم سر از این که امی نیوتن با کدام اندازه قوه را نیوتن میگه و خود امی قوه را ما توسط چی اندازه میکنیم. در CGS که داین است امی داین چی را میگه و در FPS که LB یا پاوند است ای چی را میگه و یک نیوتن ما به اندازه چقدر داین میشه و چقدر LB میشه. این امی واحدات در بینشون کدام رابطه قائم است یا کدام رابطه موجود است؟ این امی را در بارش چی میکنیم؟ بحث میکنیم. خب آن شاگردان حد عزیز، یک نیوتن ما مثلا ما میگیم یک نیوتن قوه بالای این چیز وارد شد. خب ما چی بفهمیم که می یک نیوتن ما به چقدر قوه گفته میشه؟ اگر ما بگوییم که یک متر طول داره، می یک متر ما با شما خود دیدیم. اگر ما بگوییم که این چیز دو کیلو کتله داره، این می کتله را ما دو کیلو را دیدیم که دو کیلو هم دو تا کیلو گر که یک کیلوی سیاه و دو کیلویش باز یک ذره کلانتر می باشه، در سرش بیشتر می باشه که دو کیلو. اون هم برای ما معلوم است، ما دیدیم در زندگی خود. اگر ما بگوییم که از اینجا تا مکتب نیم ساعت راست، نیم ساعت ما میفهمیم 30 دقیقه میشه، اونم نیم ساعت یعنی برای ما معلوم است. یک چیزی است که ما در زندگی روزمره از او استفاده کنیم و برای ما معلوم شده. خب اینا اگر ما بگوییم که این دروازه را پیش کوی، دروازه را که پیش میکنیم، ما میگیم تو در سر دروازه مثلا 8 نیوتن یا 10 نیوتن قوه وارد کردی. آره یک کسی چی بفهمه که می 8 نیوتن چقدر؟ آیا بسیار زیاد قوه است یا بسیار کم است؟ یا شاگرد عزیز، ما یک کس را میگیم وقتی که یک کسی ساینس بفهمه، یک کسی فیزیک بفهمه، حداقل یک سوال خوبت جور کرده بتانه. مثلا به حیث یک کسی که تو فیزیک خواندی، مثلا یک سوال جور میکنی در پیش مردم استاد است، یک کسی را میگیم میگه بیادر اونمو سنگ قل که اونمو تو پرد بود طرف سنگ قل میکنه تو میندازه، باز شاید از تو سوال کنه که بیا تو خامی فیزیک خوندی، سر از این سنگ من چقدر قوه وارد کرده باشم. تو هیچ یک نظریه، یک مفهومی در ذهنت نداری درباره اینمو که تو چقدر قوه وارد کردی. هیچ تو نمیفهمی، هیچ یک انگیزه پیش خود حتی نداری که من اینالی برسی چی جواب بگویم. حتی من نیوتن هیچ نمیشناسی، ندایی نمیشناسی. خب اینجا بسیار باز برای ما قابل شرم است. باید بشرمیم اینه بود یک حالت هم بیا نمیشرمیم، حالا یادش میگیریم باز برای از او جواب میدیم. کتای شاگرد عزیز، اگر شما سوال شود که یک نیوتن چقدر قوه است، تو برش بگو یک سه بگی، یک سه بینیمی اندازه سه، اینمی سه که در دستت میگیری در سر دستت تو یک زور میه، یعنی فشار میه، اینمی یک قوه است. اینمی قوه که سر دست تو از خاطر گرفتن یک سب میایه، اینمی قوه یک نیوتن است. فرض کنین اونمو تو تخمین شده. باز به شکل علمیش من براتون تعریف میکنم که نیوتن به چی معنا. باز اگر امتحان سوال میایه قسمی نشته کنین، اگر از شما یک کسی که او مثلا علما از شما سوال میکنه، تحریر میکنه، به شکل تحریریش میخواه، باز تو اونمو مفهوم علمی را برش بگو. اما به شکل عامیانه‌ش مثلا از تو بابا کلامت سوال میکنه، بابا پدرت سوال میکنه، میگه بچه مینمی یک نیوتن ایش نفهمیده من چی مانا میدم. تو میگه یک نیوتن نقدر قوه است که یک کیلوگرم کتله را به اندازه یک متر بر سکند مراوت تجدید بده، هر ایش نمیفهمه. همین تعریف تو برش کردی، تعریف او یک چیز علمی است که کسی که فیزیک میفهمه اونم تو گپ بزن. اما امرای یک کس عامیانه که وقتی گپ میزنی باز نمیتونی ولا اینم قسم بفهمونی، او را اتو بگو بگی پدر جان این میسته بعد دست بگی بگو سر میسته سر دست تو یک قوه وارد کرده، میگه آه، میگه این میره بگو یک نیوتن، میگه انشالله که نیوتن هم فهمیدین که چقدر قوه است. ادان سعی کنین وقتی که با کتایش بردان بگویم سر یک دروازه که وقتی قوه وارد میکنی دروازه را آواز میکنی، دروازه هم فرق میکنم. خب یک دروازه عادی از خانه شاید تو 8 تا 12 نیوتن قوه وارد بکنی. چقدر 8 تا 12 نیوتن؟ یا مثلا سعی کنید نیمی تخت پاک از اندازه یک سیب است یا از یک سیب که یک کمی کم است. این همون تو مایی در گرفتیم سر دست ما میال فشار است، قوه است. این همی قوه که سر دست ما است از خاطر قوه جذب زمین که برش میگه، این همی سر دست ما وارد میکنه قوه از این فرض که من میگم 7 نیوتن است. 7 نیوتن این باز توسط
سنجای مختلف ما برش داریم، قوه سنج برش گفته میشه که در او از فنر استفاده میشه، توسط از این بازی اندازه میشه که به چی اندازه است. خوشما کتا رو نمود یاد بگیرین. وقتی که مثلا سعی کنین اینی به اندازه 300 گرام است، نمود که من اینه میگیرم شاید اندازه 3 دانه سیب باشن، 3 تا سیب، یک سیب 10 نیوتن، خیلی به اندازه 30 نیوتن قوه سر دست موارد کنن. اینا رو من یک کسی را میگم، یک سوال جور میکنم، میگم یک نفر یک متر تله میکنن، تو باید پیش خود اینا یک انگیزه داشته باشی که اینا رو من کدام گپا بزنم که غلط نباشه. میگم احمد یک متر تله میکنه، سر متر احمد 100 نیوتن قوه وارد میکنه. شاید اگر یک دیگه کسی بگویه که احمد 100 نیوتن قوه وارد کرد، شاید تو بگوی اوه 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 احمد چقدر قوی است، 100 نیوتن قوه وارد کرده. 100 نیوتن چقدر است؟ 100 نیوتن اینی قوه است، اینمی زور که من وارد کردم، اینمی اندازش 100 نیوتن است. یکی یک زیاد بود، به خاطر که ما نمیفهمیم 100 نیوتن بر ما بسیار یک چیزی بسیار کلان معلوم میشه، قوی بسیار کلان معلوم میشه. انشاءالله که شما نیوتن از این به بعد میفهمیم. خب در درس بعدی براتون تعریف نیوتن و داینا براتون نشته میکنم. تا درس بعدی وقت خوب و خوش براتون میخوام. تشکر از توجهتون، خدا حافظتون.